چقدر زشت و نامتقارن. بیا برات یه عمل زیبایی انجام بدم. هم جمع میشه هم کشیده. عمل زیبایی؟ من مشکلی ندارم. برای چکاپ اومدم. برطرف کردن موهای زائد اون قسمت توسط لیزر و رفع تیرگی ناحیه تناسلی هم بهت اعتماد به نفس میده. تازه باعث میشه پارتنرت بیشتر لذت ببره. پس لذت من چی؟ چرا اون نمیره برای لذت من و اعتماد به نفس بیشتر عمل زیبایی انجام بده؟ چقدر از بدن و اندام تناسلی خودتون شناخت دارین؟ چند نفرتون وقتی به دکترتون مراجعه کردین از عمل زیبایی لابیاپلاستی و لیزر شنیدید؟ عملهایی که در واقعیت طبق گفته کسانی که انجامش دادن با قصابی کردن بدن هیچ فرقی نداره و هنوز صدای قیچی و بریدن پوست و گوشت اضافه اون ناحیه توی گوششونه. تحمل زخم‌ها و سوزش‌ها و عفونت‌های چند ماهه تا بعد از عمل به چه قیمتی؟ چند بار در روز در فضای مجازی با تبلیغاتی نظیر رفع تیرگی ناحیه تناسلی و لیزر موهای اون قسمت مواجه شدید؟ آیا میدونستین که شکل و ظاهر اندام جنسی شما کمترین تأثیر و اهمیت رو در لذت جنسی شما داره؟ خب بیایید تا بیشتر با واژن آشنا بشیم. این دهانه واژن است و انتهای واژن که به رحم منتهی می شود. از این قسمت ادرار خارج می شود. دهانه مجرای ادراری. این نوک کلیتوریس است و این هم پوست روی آن موسوم به پیش پوست و اینها لابیا یا لبه های واژن هستند. حالا ببینیم وظایف این قسمت ها چیه. احتمالاً میدونین که واژن معمولاً گرم و مرطوبه. این به این علته که واژن تنها ورودی رحم نیست، بلکه خروجی مایعات مختلف هم هست. There are three forms of vaginal fluid. Number one, the daily secretion. It helps to prevent infections and can also change depending on the moment of the menstrual cycle. Number two is sexual lubrication. This fluid filters out of the blood during the stimulation and helps to lubricate the vagina. Number three is the vaginal ejaculation, and it contains proteins which help the sperm to survive. بنابراین واژن خود را تمیز می کند و نیازی به شستن آن با محصولات مخصوص یا حتی صابون و شامپو نیست. آب کافی است و از همه چیز هم بهتر است. The labia are like a set of double doors. We have first the outer labia and then the inner labia, and they protect us against bacteria and other intruders. The outer labia, they produce lubrication and help us to keep our vulva and vagina healthy. And the inner labia, they have many blood vessels and nerve endings and swell up when we are getting stimulated. They are very sensitive. ما غالبا واژن زنای دیگر رو نگاه نمی کنیم. حتی به مال خودمون هم زیاد توجه نمی کنیم. برای همین معمولا تصورات عجیب و غریبی از شکل ظاهری لابیاها داریم و این باعث میشه تب جراحی این روزها برای زیباسازی لابیاها بالا بره. Some women think they should get surgery to chop off a part of their labia. Others just want to stretch them and make them longer. What the hell? You're in both cases hurting a very important and sensitive part of your body. And both, cutting and stretching, they make absolute no sense. There simply is no such thing as the perfect vulva. They all are different. The inner labia can be big and the outer small, or the outer big and the inner small. And they can have many colors, shapes and sizes. And they all are amazing. و از اونجا که واژن بسیار حساسه، علاوه بر دو جفت لابیا با پوشش مودار زیبایی هم محافظت میشه. The pubic hair is not just a useless wig for your vulva. It's actually really helpful. It can protect you from germs and infections, but also from friction from whatever you do, for example sex. So it's actually kind of extra layer of protection. البته در روزگاری که خبری از لباس زیر نبود، جنبه محافظتی موهای ناحیه تناسلی اهمیت بیشتری داشت. امروزه بعضی دوست دارن این موها رو رفع کنن. Shaving your pubic hair might seem attractive and sexy for some, but it can also produce little wounds which can easily get infected, especially in the warmth of your underwear.
هرچه شناخت بیشتری از بدنتون و بخش‌های مختلف ناحیه تناسلیتون داشته باشین، هزاران بار بیشتر از لیزر و عمل‌های زیبایی سرپایی در اون قسمت برای لذت بردن از سکس بهتون کمک می‌کنه. پس بیایید واژن خودتون از نزدیک ببینید، سعی کنید باهاش آشنا بشین و اجازه ندین هیچکس درباره اندام جنسی شما و ظاهرش نظر بده. شاید یه آینه بهتون کمک کنه تا بهتر اون رو بشناسید.